هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتوانند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک که بینندگان گرامی، ما برنامه دیگر تحت عنوان بازشناسی باورها در روز سه‌شنبه 23 آبان ماه برابر با 14 ماه نوامبر در خدمت شما دوستان هستیم. پیرامون سیاستمدار حرفه‌ای و سیاستمدار تفننی می‌گردیم، جایی که ماکس وبر سعی می‌کنه مشخصات سیاستمداران حرفه‌ای رو نام ببره. به بحث عوام‌گرایی یا پوپولیسم رسیدیم و به دلیل اهمیت این مسئله سعی کردیم پیرامون پوپولیسم با توجه به اقتضای ضرورت و اختفای موضوع نکاتی رو عرض کنیم که بسیار هم مهمه و این خطر با توجه به اینکه در نوبت‌های پیشین به اون پرداختیم میتونه امروز هم دامنگیر ما بشه و بعد از چند دهه اثرات مخرب خودش رو نشان بده. ما خطرات پوپولیسم رو ذکر کردیم. ویژگی های یک سیاستمدار پوپولیسم رو هم نام بردیم و امروز هم به ادامه این بحث خواهیم پرداخت. یکی از ویژگی های یک سیاستمدار پوپولیست این است که فضای سیاسی و اجتماعی و مشکلات جامعه و معضلات اون براش بسیار ساده و اون رو سعی میکنه بسیار ساده توضیح بده. در واقع موضوعاتی که فی نفسه و در خود پیچیده هستن، اما چون توانایی درک اون بعضن مشکله، یک سیاستمدار پوپولیست سعی میکنه این مشکلات رو ساده بکنه. اگر از هیتلر سوال میکردید که مشکل آلمان چیست، میگفت یهودیان، اینها هستند که جامعه ما رو فاسد کرد. کمونیست ها، اینها هستند که ستون پنجم شوروی هستند در کشور ما. سیاستمداران فاسد در جمهوری وایمار، اینها هستند که این کارا رو انجام میدن. همین ترتیب هم در شوروی کمونیستی وجود داشت. اینها فکر میکردن اگر ابزار تولید، مالکیت و این بخش‌ها رو تحت کنترل در بیارن، ملغا بکنن، جامعه به سمت سعادت میل میکنه. فراموش کردن که پدیده‌های سیاسی و اجتماعی بسیار پیچیده است، چند لایه، یک ساختار شبکه ماننده که هر کدوم اینها بر جنبه‌های دیگر تأثیر گذاره. در ساختارهای اقتصادی بدون بحث‌های سیاسی، بدون فرهنگ عمومی، بدون شفافیت بین‌المللی شما نمیتونید توسعه ایجاد بکنید، نمیتونید جذب سرمایه بکنید. در زمینه مدنی و اجتماعی اگر شما نتونید ایده خودتون رو موجه بکنید، نخبگان رو با خودتون همراه بکنید، مردم رو به بازی بگیرید، نمیتونید پیشرفت کنید، چون شما میخواید اما نخبگان بر علیه شما قرار میگیرن. شما تمایل دارید اما مردم اون رو اجرا نمی کنن. ساختارهای جامعه بسیار چند پهلو، چند لایه. در بحث کنش اجتماعی یا کنش جمعی اندیشمندان بزرگی در این زمینه صحبت کردن، مطلب نوشتن، بحثای روانشناختی مطرحه. ساختارهای اجتماعی، خود عقاید افراد، ما از زمان وبر که بحثای عقلانیت در کنش اجتماعی مطرح شده تا به امروز دیدگاه مختلفی داشتیم، بزرگانی در این زمینه سخن گفتن. اگر روزی به بهمن ما نزدیک شدیم و عمر ما هم بود، سعی میکنیم در باب مسائل انقلاب ها به این نکته بپردازیم. هرچند گهگاه در پلتفرم های دیگر به این مسئله پرداختیم،
که چرا کسانی که به اونها میگن اقشار خاکستری یا گروهایی که وارد فضای انقلابی نمیشن از چه منطقی پیروی میکنن؟ یک انسان نسبت به مسائل اجتماعی خودش درگیر ساختارهاست، باورهاست، عقایده، همش هم عقلانی تصمیم نمیگیره، گاهی احساسی تصمیم میگیره، گاهی عادات و سنن بر روی او تاثیر میذارن. اگر شما فکر کنید مردم فقط احساسی عمل میکنن، بر خطا خواهید. یا اگر فکر کنید کنش مردم از یک منطق عقلانی صرف هدایت میشه، بر خطا خواهید. این گونه نیست. ما در مفاهیم اجتماعی یک تعریف مشخص هم نداریم که همه روش اتفاق نظر داشته باشه، به دلیل اینکه پدیده‌ها چند وجهی هستند، هر کسی از منظری به یک تعریف مؤلفه نگاه میکنه، ویژگی‌ها رو برمی‌شمره. اما یک پدیده‌ای که در یک جامعه رخ داده، الگوبرداری اون برای جامعه دیگه میسر نیست، چون ویژگی‌هاش متفاوته. کسانی که میخوان پیشرفت کنن، توسعه ایجاد کنن، اگر به این مسائل نگاه نکنن، بر خطا خواهند بود. مؤلفه های اثرگذار در پدیده های اجتماعی مهمن. فرهنگ سیاسی شکل دهنده رفتار ماست در جامعه. اینکه در برابر یک مسئله موضع میگیریم یا همدلی نشون میدیم، برگرفته از اون قایدمونه، باورهامونه، ساختارهاست. یک پدیده رو ساده قبول میکنه، یک پدیده رو با مقاومت تن میزنیم، کنار میزنیم. یک انسان پوپولیست سعی میکنه پدیده رو ساده بکنه، میگه من وقتی بیام تمامه، اگر اینها رو از کشور بیرون کنیم تمامه، اگر بهاییان رو سرکوب کنیم تمامه، اگر حکومت رو بدید دست ما آخوندها تمامه. خمینی همین حرفا رو میزد، اوقاف رو بدید به ما، کشور رو ثروتمند میکنه. اینها مانع هستن، اینها رو بذاریم کنار، همه چیز حل میشه. بنابراین ساده کردن پدیده ها ضد نخبه گرایی است. یعنی اگر کسی برگرده و بگه آقا این کاری که شما دارید انجام میدی نیازمند حل این معضلاته، تا زمانی که این معضلات حل نشد شما نمیتونید پیشرفت کنید، بلا فاصله اون شخص میگه داری کارشکنی میکنی، شما فقط حرف میزنید، فقط نظر میدید، ما میخوایم سریع پیشرفت کنیم. در حالی که مسائل اجتماعی چند لایه‌اند، شما تا اون مشکلات رو حل نکنی یا بی اثر نکنی نمیتونی قدم از قدم برداری. این زنجیرها مانع از حرکت ما هستن. ما یک سیاستمدار پوپولیست همه چیز رو ساده به شما نشان میده و شما هم از اینکه چقدر مقوله ساده شد لذت میبری و این خطاست. ما انسان ها عادت داریم کسانی برای ما همه چیز رو آماده بکنن، برای ما فکر بکنن، برای ما کارها رو انجام بدن، مسئولیت ما رو به عهده بگیرن. ما نه فکر کنیم، نه مسئولیت داشته باشیم، نه وظیفه داشته باشیم. هرچه ساده تر عوام راحت تر میپذیرن، نخبگان جامعه نمیپذیرن. شما وقتی میخواید مشکل اقتصادی رو با وعده حل بکنید، یه اقتصاددان به شما میگه خب چطور، با کدوم زمینه، با کدوم بودجه، با کدوم ساختارهای زیربنایی شما این کار میخواید انجام بدید؟ همه مردم صابخونه میکنی؟ خب طبق کدوم بودجه، طبق کدوم امکانات، با کدوم مساله، با کدوم کارگر؟ در رژیم گذشته هم همین بود، نفت میفروختن، میگفتن آقا پولو بیاریم بریزیم تو خیابون، به مردم اینو بدیم اونو بدیم، جمع میشدن یک عده‌ای در کنار اعلی حضرت در رامسر و نوشهر و جاهای دیگه، برنامه اقتصادی میریختن. همون زمان نخبگان اقتصادی گفتن آقا این اسباب مشکل خواهد شد، توسعه آرام آرامه، توسعه اقتصادی در کنار توسعه سیاسی است، در کنار توسعه اجتماعی. فقط پول می‌ریزیم در خیابان که نمیشه توسعه.
اونا گوش نمیدن، فکر میکنن مشکلات مردم حل میشه. و بعد میبینید دهه بعد مردم به خاطر مشکلاتی که در اون توسعه نامتوازن ایجاد شده وارد خیابان ها میشن و فریب یک پوپولیست دیگر رو میخورن. من عرض کردم یکی از مشکلات پوپولیسم پایین آوردن سطح آگاهی جامعه است، چون احزاب رو حذف میکنه، نخبگان رو حذف میکنه، صدای مخالف رو نمیخواد بشنوه، راهنمایی های روشنفکران و نخبگان رو به پای این میذاره که دارن کارشکنی میکنن، اینا بلد نیستن، نمیفهمن. من میفهمم وقتی سطح توقعات جامعه پایین آمد، درک و فهم پایین آمد، یه پوپولیست دیگری به راحتی میتونه بر اون موج سوار بشه. چرا؟ چون وعده های این شخص پوپولیست جواب نمیده، این مردمی که عادت به وعده کردن در دام یک پوپولیست دیگر میفتن. اون آقا میخواست به سوی تمدن بزرگ بره، بشه ژاپن خاورمیانه، اما راه رو غلط رفت، راه رو اشتباه رفت. خیلی همون زمان هم به ایشون گفتن، گفتن آقا این راه نیست، این اشتباهه. کم نبودن اقتصاددانانی که سرشون به تنشون میارزید به ایشون میگفتن، آقای علی خانی ها و دیگران، گوش نمیدادن. وقتی بعدها محقق نشد، مردم ناراضی شد دیگه، اعتبار اون شخص از بین رفت. حالا عوامل دیگر هم دخیله ها در انقلاب. انقلاب هم به عنوان یک پدیده اجتماعی و سیاسی یک وجهی نیست. بسیاری از عوامل باید در کنار هم در یک زمان و مکان مناسب بنشینه تا انقلاب رخ بده. یه بخش کوچکش همین وعده هایی است که محقق نمیشه. خشم مردم رو ایجاد میکنه. جامعه شناسانی مثل دیویس، تد رابرت گیر و دیگران راجع به اینا بحث کردن. اینا کارهایی است که قبلا انجام شده. همین بحث توسعه نامتوازن، 10 سال قبل از انقلاب ایران آقای ساموئل هانتینگتون یک کتابی داره، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی. 10 سال قبل از ایران متذکر شده بود که توسعه اقتصادی بدون توسعه اجتماعی و سیاسی سبب سرنگونی خواهد شد. اگر کنار محمد رضا شاه 2 نفر آدم صاحب صلاحیت در امر سیاسی بود، این کتاب ها رو میخوان به اعلی حضرت متذکر میشد، انقلاب رخ نمیداد. شاید امروز هم میگیم شاید، چون قطعی نیست. آقا این توسعه باید انجام بشه. البته مشکلاتی هم داشت، آقای هانتینگتون اشاره میکنه، دیکتاتور یا مستبد تمایلی به دادن آزادی های سیاسی نداره. آزادی سیاسی یعنی شما در قدرت من شریکی، حق قانونگذاری داری، حق امر و نهی داری، تو مجلس میتونی وزرا رو استیضاح بکن، منم که باید بشم شاه مشروطه کنار بشینم دخالت نکنم، اگر میخوام دخالت کنم مسئولیت کارمو بپذیرم، پاسخگو باشم. این تعارضات باعث میشه که یک دیکتاتور یا مستبد حاضر نباشه با کسی سهمی بده در مشارکت سیاسی. اما در زمینه اقتصادی مهم نیست، چون هدف جلب توجه مردم. پول نفتی که داریم به مردم میدیم، از اونها هم توقع سپاسگزاری داریم. مشکلش در کجاست؟ در جایی که بعدها، یعنی چند دهه بعد، این توسعه نامتوازن سبب واژگونی اون درشکه‌ای میشه که داره در راه توسعه میره. این تعبیر آخوندزاده است که شما 4 حیوان مختلف رو وقتی بر یک درشکه ببندید، در سرعت، در دوام، در پایداری این حیوانات اختلافه، در نتیجه درشکه واژگون میشه، یکی به یه طرف دیگری میکشه، حیوان دیگری با سرعت حرکت میکنه و درشکه واژگون میشه، اختیار از دست اون درشکچی بیرون میاد. حالا عده‌ای از دیکتاتورها نمیخوان اینها رو بپذیرن، چون اندیشه نخبگان براشون دردسرسازه. میگه نه آقا، حرفای شما برای من خوب نیست. مهم نیست که اون آقای هانتینگتون چه گفته، مهم اینه که من اینجوری فکر میکنم. نفت میپوشم، پول میدم، از مردم توقع سپاسگزاری دارم. خب این خطاست.
ده سال بعد در زمان انقلاب مشخص شد که آیا هانتینگتون درست میگفته یا شما. بنابراین مسئله نخبگان و دیدن پدیده های چند وجهی برای یک انسان پوپولیست مناسب نیست. میگه همه رو حذف کنیم. پدیده اجتماعی ساده دو یک دستور داستان تمامه، همه چیز حل میشه. در جمهوری اسلامی هم همین میبینیم. اقتصاددان خود آقای خامنه‌ای، جامعه شناس خود ایشون، حقوقدان خود ایشون، فرمانده نظامی داخلی و خارجی خود ایشون، همه کارو بلد. البته نه اینکه مشاورانی ندارن، نه، همه این دیکتاتورها مشاورانی دارن. ما مشاورانشون در راستای خدمت ارباب کار میکنن، نه در راستای منافع ملی، منافع جامعه. البته مدعی هن که ما به منافع ملی فکر میکنیم، اما منافع ملی یعنی خودم، من ملتم. از پدیده های مختلف اجتماعی رو شما نمیتونی ساده بکنی برای مردم. ولی متاسفانه مردم که حالا عواملش هم ذکر خواهیم کرد چرا به این روز میفتن، دوست دارن وعده های بسیار خوب رو بشنون، پدیده های غامض فکری و فلسفی ساده بشه براشون و اونها هم بپذیرند و اجرا بکنند و امیدوار باشن. وجود ساختارها خیلی نقش داره در اینکه مردم در این عادات سنن چگونه رفتار میکنن، چگونه دست به کنش میزنن. توسعه نیازمند سه سطحه، یعنی اگر یک کدوم از این سطوح نتونه کار رو همراهی بکنه، توسعه به مشکل برمیخوره. یکیش حکومت یا دولته، اینا رو به یک تعبیر به کار میبریم اینجا، یعنی حاکمان جامعه، کسانی که اراده داشته باشن. ما در دوران قاجار هم همین مشکل رو داشتیم. پادشاهان قاجار میرفتن به اروپا، میدیدن مظاهر پیشرفت رو، دوست داشتن اون پیشرفت. ما صدر اعظم هایی که به فکر یک نظام سیاسی بودن میگفتن آقا در اون کشوری که پیشرفت حاصل شده یک متنی وجود داره که سند عقلانیته و اون قانونه. این قانون وظیفه اداره مملکت و فکر کردن رو به نمایندگان مردم داده. بنابراین شما علا حضرت باید کنار بشین. روشو میگفت نخیر نمیشه که، عقلانیت یعنی خودم. پادشاهی که بخواد بره کنار بشینه که پادشاه نیست که. آقای علی امینی در این کتاب تاریخ شفاهی ایران هست، یه روزی به آقای محمد رضا شاه گفتیم که آقا شما بنشین کنار، کاری انجام نده. در مورد قند و شکر شما نظر میدی، در مورد نمیدونم ساختمون شهیاد و چیزهای دیگر و هر ساختمونی شما نظر میدی. البته شهیاد اون موقع نبود، من عرض زمینه که برای هر ساختمونی شما نظر میدی. از دو نسب عمراست شما نظر میدی. جواز کسب خاربار فروشی سر کوچه بدیم شما نظر میدی. شما بنشین کنار، پادشاهی بکن. گفت علا حضرت گفت آقا من اگر دخالت نکنم باید برم، یعنی من باید تو کار دخالت بکنم، وگرنه چه فایده ای داره؟ اگه دخالت نکنم باید برم. علی امینی اشاره کرد که اگر دخالت بکنید میرید، چون مردم از چه شما میبینن. همونطور که خوبی ها رو به نام خودتون میزنید، نمیتونید از بدی ها فرار بکنید. این میشه که در انتهای دوران گذشته از دو نسب نخست وزیران دیگه فایده ای نداشت، چون مردم اینا رو به چشم کارگزار نمیدیدن. کسانی که مستقل باشن، به منافع ملی فکر کنن، اینا رو منشیان دفتر اعلی حضرت میدیدن، حالا شده نخست وزیر. اثر مخربش اونجا حاصل میشه. توسعه نیازمند همدلیه حکومت، نخبگان جامعه و مردمه. مردم بخوان، اما حکومت نخواد و نخبگان نخوان، کار به انقلاب میکشه. امروز مردم ایران خواستار ارزش‌های جدیدن، اما حکومت نمیخوان. خب مردم حقش رو تو خیابانا میگیرن. اگر حکومت بخواد
اما نخبگان و مردم نخوان کار از پیش نمیره، چون مردم باید اون فضا رو ایجاد بکنن، انجام بدن. نخبگان باید اون توسعه رو موجه بکنن، مدلل بکنن، مستند بکنن. نخبگان بخوان، حکومت نخوان، و مردم هم نخوان، هیچ، نخبگان تنها میمونن، روشن فکران سرکوب میشن. این فضا نشانی از توسعه در اون نخواهد. توسعه هم به معنی ساختن 4 تا آپارتمان و ساختمون و ورزشگاه نیست، که به اشتباه به ما گفتن آه بله ببینید سازندگی کردیم. سردار سازندگی جمهوری اسلامی هم داشته که بعد از جنگ اومده 4 تا پل ساخته و فلان کردش رو سردار سازندگی. قبل از اونم خاندان ایران ساز داشتیم. ما هیچ کدوم به توسعه فکر نمی کردیم. روشن فکران سرکوب بشه، نخبگان سرکوب بشه. توسعه نیاز به فکر داره. یعنی که به عنوان یک دیکتاتور کار میکنم، بیش از همه به نخبگان خودم احتیاج دارم. چرا؟ چون سیاست من رو اون نخبگان باید موجه بکنن. ایدئولوگ های من باید از طریق تریبون ها به مردم توضیح بدن چرا توسعه خوبه. میگن که فرزند سوادی ندارم. و رضا شاه که سوادی نداشت از زمینه حقوق، یه علی اکبر داوری باید میامد کارها رو روی روالی میداد، یه فروغی باید می آمد که اندیشه های در حال مدرنی داشت، می فهمید چه می گفت و کارها رو ادامه بده. نزد کشورهای دیگر هم داره وجاهت بود. من رضا شاه مگه حقوق خوانده بودم؟ مگه از فلسفه سردر می آرم؟ مگه مسائل اجتماعی رو بلدم؟ جامعه شناسم مگه؟ نه. این وظیفه نخبگان من. جوامع غربی هم همینه. مگه رئیس جمهور در همه زمین ها داره علمه؟ نه. ما وقتی کار به اقتصاد میرسه، یه برنامه ای مشاوران اقتصادی میان صحبت میکنن، برای مردم موجه میکنن چرا ما باید وارد این پیمان بشیم یا از اون پیمان بیرون بیاییم، چرا باید نگاهمون رو به چین یا به روسیه قطع کنیم یا بالعکس. رئیس جمهور که چیزی نمیدونه، مگه جامعه شناس، اقتصاددان، حقوقدانه؟ در امور نظامی وای جورج بوش میره کنار وای میسته، فرمانده نیروی نظامیش میاد، وزیر دفاع یا فرماندهان نظامی صحبت میکنن، برای من نشان میدن چرا نیاز هست این کار انجام شه. ما وقتی اون شخص دیکتاتور همه رو سرکوب میکنه، دیگه کی میخواد توسعه رو برای مردم موجه بکنه؟ تیمورتاشو میکشی، نصرت فیروزو تبعید میکنی، فروغی خانه نشین میشه، علی اکبر داور خودکشی میکنه. حالا اینا همه کسانی بودن که در برآمدن رضا شاه بیشتر نقش داشتن. ما دیکتاتور میگه خب تمام شد دیگه، حالا من قدرت رو گرفتم، این به بعد دیگه خودم هستم و خودم. اتوبوس من دیگه نیاز به دوستامم نیست. من خودم راننده اتوبوس توسعه هستم، حرکتش میدم. ولی که توسعه اینگونه نیست. شما برای تک تک برنامه هاتون متخصصان باید بیان جلوی تلویزیون بنشینن، در روزنامه ها بگن، با دیگران گفتگو بکنن و موجه بکنن چرا نیاز هست حجابی باشد یا نباشد، چرا نیازی هست ما به آلمان تکیه کنیم یا نکنیم، چرا نیازی هست یک سوم بودجه کشور به ارتش برسه یا نرسه. طبیعیه وقتی شما اینها رو کنار میذاری، توسعه دیگه رنگ و بوی نخبگانی نداره، سلیقه ایست. یکی در دربار، دیگری در بیت خودش دستور میده، میگن خب بفهمید، بپذیرید دیگه، ما توسعه رو اینجوری فهم کردیم. ما در بحث ابن خلدون اشاره کردیم، قانون گریزی هیچ سنخیتی با توسعه و تمدن نداره، اما دیکتاتور میل به قانون گریزی داره. یک انسان پوپولیست میل به قانون گریزی داره، چون اینا دست و پاگیر میتونه، میگه بریزی میشو کنار. یه آرا و عقاید باور نداره، تحزب یعنی احزاب مختلف، نمایندگان گروه های مختلف. و بر این کاری که میکنه قانون میذاره که تحزب ممنون و
در زمان رضا شاه قانون گذاشتن، سال 1310 در قوانین جزایی بود. کسانی که نمیدونم تبلیغ کننده و مروج مرام اشتراکی باشند و اینها، بگیریم اینا رو زندانی بکنیم. معروف اون 53 نفر آقای تقی ارانی ها و دیگران رو گرفته بودن، نه سازمانی داشتن نه تشکیلاتی داشتن، کسانی بودن که بحثای چپ میکردن. مثلا فضای روشن فکری ایجاد میکنه که شما بشینید با هم گفتگو بکنید. غلط بودن و خطا بودن اندیشه چپ رو با استدلال نشون بدید. اگه اسلحه به دست گرفت جلوش بیست، بگو شما دارید نظم جامعه رو برهم میزنید. اون 53 نفر معروف خیلیشون زن دیگر نمیشناخت، گرایشاشون هم متفاوت بود. من دیدم نوه آقای رضا شاه توییت زده که پدر و پدر بزرگ من به روشنفکران اهمیت میدادم. من اینو منظورش از روشنفکران کیه واقعا؟ کدوم روشنفکر؟ آدم نمیدونه با دیدن این توییت ها بخنده گریه کنه. دیگه منظور از روشنفکران اون مطهری ها و مفتح ها و مصباح یزدی ها و اون ناصر مکارم شیرازی که بهش جایزه دادید با کتاب روشنفکر نماها و اینها هستن که بله دیدیم رادیو و تلویزیون در اختیار اینها بود، کتب مدارس رو اینا می نوشتن. یا اون آقای دکتر سید حسین نصر، رئیس انجمن فلسفه شاهنشاهی، یک سنتگرای عقب افتاده که شما کتاباشو بخونید، یه لیست کنید فقط کتاباشو، صحبت از اسلام و خرد جاویدان و ارزش سنت ها و رئیس دفتر خانم فرح پهلوی هم بودیش. روشن فکراتون اینها، اینا در فضای دینی جامعه کمک کردن، شریعتی ها و دیگران کمک کردن، چه بخواید چه نخواید فضا رو دینی کردن برای مردم. کدوم روشنفکر؟ شما دو سه تا روشنفکر به من نشون بدید در اون فضا. این فرزن انسان‌های خطاکار مگه همه روشنفکرها درست فکر میکنن؟ نه. مگه همه نخبگان و فیلسوفان درست فکر کردن؟ نه خیر. در پدیده‌های فلسفی و اجتماعی اینقدر تضارب آرا وجود داره به خاطر تکثر آرا که مخاطبین متوجه میشن که آقا این بحثا اینقدر ساده نیست که ما فکر میکنیم. اگه سلیمانی به عنوان اندیشمند اومده یه وعده میده، یک نخبه جلوش وای میسته، اون بخش اقتصادی فکر سلیمانی رو زیر سوال میبره، نشون میده که سلیمانی داره خطا. اگه کسی میاد در حوزه نظامی بحث هایی رو مطرح میکنه، شما دیدید ان جمهوری اسلامی نگاه بکنید، نظامیگری رو چه ساده میبینه، به راحتی فکر میکنه پیروز میشه. خب بریم بجنگیم دیگه. اگه شما فکر میکنید که همیشه پیروزیم، خب پس طبیعیه بریم بجنگیم، سیاستمون رو بر اساس میلیتاریسم بنا بکنیم. خب عزیزم شما درباره کی قرار گرفتی؟ با کدوم بودجه میخوای بجنگی؟ اون جام زهری که خمینی سر کشید حاصل همین ندانم کاریش بود که جنگو ادامه بدی. خب ادامه دادن جنگ بودجه میخواد، تسلیحات میخواد، وجاهت بین المللی میخواد، موجه کردن جهان میخواد که چرا داری جنگو ادامه میدی؟ انت نیروهای داخلی خودتو باید موجه بکنی که این همه کشته ها از میدان میاد، جواب خونهاشون با کیه؟ چون یه وجهی نگاه میکنن نیروها رو میفرسن چلو، بعد میفهمن نه اقتصادشون توانایی حمایت داره، نه تحریم های بین المللی اجازه میده که تسلیحاتی وارد بشه، نه دیگه اون شور انقلابی وجود داره که رغبت برای رفتن میدان جنگ. خب در نهایت میگه آقا جام زهر رو سر کشیدم، خب این هم خونهایی ریخته شده، بس تکلیف پاکیه. عراق متجاوز بود، بله، بعد از دو سال خرمشهر هم گرفتید، اونا عقب رفتن. میتونید جامعه جهانی رو مجاب کنید به صلح، غرامت خودتون هم بگیرید، همونجوری که کویت گرفت. ما میگید نه، ما میخوایم بریم تا قدس. شعار پوپولیستی. حتی یکی دوتا نظامی آمدن به اون آقا گفتن آقا نمیرش، ما با این وضعیت نمیتونیم بریم جور. اگر اینها قبلا کارشناسی میشد، فضا عوامگرایی نبود،
شعارگونه نبود، پوپولیستی نبود، دیگه نیاز نبود 6 سال جنگ بیشتر ادامه پیدا کنه. چه خسارت های مادی و جسمی و روانی به کشور وارد شد در همون 6 سال. اهمیت داره روشن فکران در درون جامعه به توسعه کمک کنن، توسعه کار فکری عقلانی با برنامه. اینا رو کی میتونه بگه؟ مگه آدم میتونه بنویسه؟ یک شخص در زمینه های مختلف اجتماعی که صاحب نظر نیست، این دستگاه عظیم اجتماعی و سیاسی باید به شکل متوازن حرکت کنه بره جلو. ساختارها، عقاید، عزم ملی، همه اینا باید با هم بره جلو. نیاز به اندیشه های اقتصادی دارید، نیاز به سیاست گذارانی دارید که بتونن برنامه های کشورتون رو با برنامه های کشورهای دیگه هماهنگ بکنن. در بعد داخلی آموزش و پرورش، نهادهای آموزشی تأثیر گذارن. نخبگان جامعه در رسانه ها باید موجه بکنن این پدیده رو که چرا ما نیاز به اینها داریم. این تضارب و آرا کمک، ما در دوران گذشته هیچ اجازه ای ندادن گروه های دیگر فعالیت، بغیر از روحانیت و کسانی که اندکی هم در اون فضا فعالیت میکردن. حتی افرادی که از خودی ها بودن، آقای دکتر داریوش همایون که دیگه از خودی ها بود، به خاطر نوشتن یه مقاله خودشون اشاره میکنه. همین کتاب تاریخ شفاهی رو بخونید، مصاحبهش رو اشاره میکنه. واقعا ما یه مقاله ای نوشتیم، گفتیم آقا این انقلاب سفیدی که رخ داد، انقلاب شاه مردم و انقلاب سفید و اینها، انقلاب نبوده، اصلاحات بوده. و دقیقا هم درست میگه، چون انقلاب از پایینه، یعنی مردم این کار رو انجام میدن، اما کاری که حکومت انجام میده اصلاحات. یعنی احساس میکنه که این نظام اقتصادی یا مدنی یا اجتماعی خوب نیست، یه طرح جدیدی میاد. اما چون انقلاب نشانه عمق و مطلب و بزرگی اونه، البته تفکر چپ هم هست انقلاب، حالا شاه قبلی ازش استفاده کرد، گفت انقلاب کرد، خاطرشون بده کارش چقدر بزرگی. حالا کاری هم نداریم که این تفکرات غالبا از کشورهای دیگه دیکته میشد، یعنی سیاست هایی بود که کشورهای دیگر که فکر کرده بودن می آمدن و اینها رو در اختیار کشورهای در حال توسعه می ذاشتن. افرادی مثل ارسنجانی ها و علی امینی ها و دیگران خب اینها رو اجرایی می کرد. اون تا ایشون اشاره کرد که ما نوشتیم آقا این اصلاحات انقلاب نیست. گفت به ما زنگ زدن، آقای هویدا به من زنگ زد، گفت آقا دفتر روزنامه نرو، شاهنشاه ناراحت شد، فقط به خاطر اینکه انقلاب رو تعبیر کردم که آقا اصلاحاته. خب دقیقا هم از نظر منطقی درست، اصلاحات وقتی آستانه تحمل در نظام های دیکتاتوری تا این حد کمه، دیگه روشنفکر به وجود نمیاد، دیگه نخبه‌ای به وجود نمیاد، تضارب آرای شکل نمیگیره، جامعه نمیفهمه در حال سقوطه، در نتیجه سقوط. بنابراین بسیار اهمیت داره که ما بدونیم وعده هایی که در حوزه های مختلف داده میشه آیا اجرایی هست یا نیست، و میشه به اون برسیم یا نه. یکی دیگر از مشکلات پوپولیست ها همین دادن وعده های بزرگ در کمترین زمانه. شما در دوران گذار زمان بسیار زیادی میخواد، چون ساختارها باید عوض شه، افکار مردم باید تغییر کنه، نخبگان باید همراهی بکنه. بنابراین شما نمیتونید وعده بزرگ بدید به یک جامعه سنتی که هنوز ساختار نداره. ما 5 سال دیگه میشیم امریکا، 10 سال دیگه میشیم فرانسه، در حالی که اونا برای اینکه امریکا و فرانسه بشن 100 سال زمان برده، سالها مبارزه کردن، جنگ داخلی در امریکا رخ داده، مبارزه برای الغای بردهداری رخ داده، متفکرانی آمدن، گروه های مختلفی آمدن تا شده امریکا. در فرانسه اندیشمندان بزرگ در حوزه های مختلف کار کردن که اونجا شده فرانسه. شما ظرف 5 سال میخوای بشی فرانسه؟ اینها فریب مردمه،
ما داشتیم ژاپن میشدیم، اجازه ندادن. چه چیزیتون به ژاپن شبیه بوده میشه به من بگید؟ جمهوری اسلامی یه سند می نویسه سال 1404 ما میخوایم بشیم قدرت اول منطقه، اما راه رو نگاه میکنید داره کاملا برعکس می شما الان نگاه کنید عربستان سعودی رو، کشورهای دیگر منطقه رو، ترکیه رو، روز به روز از حماقت جمهوری اسلامی دارن به نفع خودشون استفاده میکنن. اگر برنامه می نویسید، وعده می دید، نشان بدید در اون راه در حال حرکتید. ما کتاب نوشتن و شعار نیست، به سوی تمدن بزرگ. با کدوم تمدن بزرگ؟ شما با کدوم اندیشمند؟ با کدوم نیروی اجتماعی؟ با کدوم حمایت مردمی؟ چون که مردم رو به هیچ می گیری. نزدیکترین یارانتون به شما اعتماد ندارن. وقتی ساختار معیوبه طبیعی همدلی وجود نداره، حتی ارکان خود اون نظام هم اون رو همراهی نمی کنن. شما سال 57 رو نگاه بکنید، تمام مقصر مردم هم. نه، مردم مقصر نیستن. بزرگترین نیروهای اون نظام قبل از انقلاب دو سه روز یا یکی دو ماه قبل از انقلاب با انقلابیون ساخت و پاخت کرده بود. از اون عباس قره‌باغی رئیس ستاد بزرگ ارتشداران بگیرید، تا حسین فردوس رئیس دفتر بازرسی شاهنشاهی بگیرید، سپهبد ناصر مقدم بگیرید، همینا با انقلابیون همکاری کرده بود. چرا نباید در اون جامعه اتحادی باشه؟ توسعه این گونه نیست. این به دلیل اینکه حتی نزدیکترین یاران من هم به من اعتماد ندارن. این با یک جامعه اینچنینی چطور میتونم توسعه ایجاد کنم؟ چطور میتونم کشورم رو حفظ بکنم؟ کشورهای توسعه پیدا کردن که حاکمان یعنی دولت مرداران، سردمداران با نخبگان و مردم در یه راستا حرکت کرد. پس دادن وعده های تخیلی رو کنار بذارید. آقای فلانی بیاد 10 ساله میشیم ژاپن. چون چیزی نشدنیست. تا آرام آرام ذهنیت تغییر نکنه. با تغییر ذهنیت ساختارها عوض نشه، التزام به قوانین وجود نداشته باشه، سیاستهای خودمون رو در داخل و خارج مدرن نکنیم، بروز نکنیم، صلح، تساهل، مدارا رو ایجاد نکنیم، نمیتوانیم به توسعه برسیم، نمیتونیم پیشرفت کنیم. یک انسان در درون جامعه نیازمند نانواست، نیازمند قصابه، نیازمند نجاره، نیازمند بناست. نمیتونه با همه دعوا بیفته بعد زندگی خوبی داشته باشه. جامعه جهانی هم همینه. شما بخشی از سرمایه های خودتون رو باید در کشورهای دیگه جذب کنید، باید با کشورهای دیگه کار کنید. اونا نگاه میکنن آیا قوانین حقوق بشری رو اجرا میکنی؟ آیا دموکراسی داری؟ آیا شفافیت مالی داری؟ اون وقت میان با شما کار میکنن. خود مردم شما اگر نبینن در درون جامعه به بازی گرفته شدن، شهروندن، حقوقشون در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، وارد بازی نمیشن. کیه که بگه من میام زمینی رو بیل میزنم اما محصولش یکی دیگه ببره؟ و کسی این کارو نمیکنه. من کار کنم به پای فلانی نوشته بشه، خب نمیکنم. من بخوام فکر کنم اما آقای فلانی تو وزارت ارشاد ممیزی بکنه کتاب منو خط بزنه، اون از دانشگاه بیرون کنن که چرا نظرت با نظر اعلی حضرت یکی نیست. دیدی آقای علی اکبر سیاسی زمانی رئیس دانشگاه بود در کرد، همه تو خاطراتشون ها او به من نامه نوشه اعلی حضرت که آقا این اساتید رو بیرون کن. گفتم آقا استاد مگه چیزیه که شما بتونی راحت بیرونش کنی؟ خدمتکار خونه نیستش که، ایشون صاحب فکره، صاحب نظره. گفت نه خیر، اعلی حضرت ناراحت میشن، بفرستین اینا رو بیرون. دیگه موتور محرکه جامعه که دانشگاه باشه دیگه موضوعیت نداره. دیگه یه عده افرادی رو پرورش دادیم فقط مدرک دادیم دستشون.
جمهوری اسلامی هم همین، تعداد دانشگاهاش شاید 100 برابر دوران پهلوی باشه، از دانشگاه آزاد و پیام نور و دانشگاه های غیر انتفاعی و اون ارگان هایی که هر کدوم واسه خودشون دانشگاه دارن بگیرید تا دانشگاه دولتی. اما چی بیرون میده؟ هیچ. 40 و اندی سال شما یه متفکر ندیدی، یه اندیشمند پیدا نمی کنی، مگر یکی بیرون رفته باشه خودش مطالعه کرده باشه، وگرنه در اون سیستم آموزی چیزی بیرون نمیاد. استاد مگه میتونه با آزادی حرف بزنه؟ میتونه یک نگاه مغایر با اون سیاست های حکومت داشته باشه؟ اون که مسائل درسی حالا اسلامی شد و وصیت‌نامه امام و این چیزا هم تو درس‌ها گنجاندن که دیگه داستان شده غیر علمی و مسائل خنک و مضحک. این مسئله اساسی ایناست. الزامات رسیدن به یک منطقه رو باید بدید. از عقلانیت یعنی همین. ما از زمان مکس وبر یاد گرفتیم که عقلانیت در امر سیاسی و اجتماعی یعنی چی؟ یعنی جامعه بدونه برای رسیدن به یک هدف که در میان اهداف بهترین هدفه، بهترین ابزارها و طرحها رو هم انتخاب بکنه که هم نفعش بیشتر باشه هم ضررش کمتر باشه. ما وقتی فضای جامعه عقلانی نیست، احساسیه، در این فضا دوردست‌ترین اهداف با ابزارهایی که اصلا موصلیت به هدف نداره انتخاب میشه. خاک سفید و ما میتونیم حسینیه بکنیم، ملت به خاطرش میرن تاوان میتن هزار جور فلان، بعدم تازه ملت میفهمن که بابا ما جان دادیم مال دادیم آخر شدیم. اسرائیل فلان سال رو نخواهد دید. به جای واقعی گرایی دست به بارمان گرایی های ایدئولوژیک میزنن. بابا ظرفیت جامعه رو نگاه بکنیم، ظرفیت خودتون رو نگاه بکنیم، ساختارهای بین المللی رو نگاه بکنید، ببینید آیا به شما اجازه میدن 1 متر وارد سرزمین دیگری بشید به سادگی. شما در درون کشور مشروعیت نداری، هر طرحی میدی مردم نمیپذیرن، میزننش کنار. این حجم از تنفر ایجاد شده در درون جامعه. جمهوری اسلامی هر طرحی بخواد بده مردم ردش میکنن، چون پشتش به خاطر مشکلات عمده یک خیانت میبینن. هر کجا ببینید ابراهیم رئیسی رفته نشسته با یه آدمی حتی مال بورکینافاسو و هر کجا باشه، میگن آخ رفته باز یه بخشی از مملکت ما رو بفروش. شما با این مردمی که نسبت به شما سوء ظن دارن مگه میشه توسعه ایجاد بکنید؟ هرچی بگن مردم میگن نه خیر ما نمیخوایم، چون پشت پرده داستان دیگه است. این بهترین وضعیت برای توسعه است. افراد پوپولیست بعدهای بزرگ، اما هیچ راه حلی هم به شما نخواهد، هیچ ابزاری هم ندارد. مشکل دیگر پوپولیست منجی‌گرایی است، یعنی شخصی که پوپولیست خودش رو نجات دهنده مردم میدونه. من بیام همه چیز حله، فقط هم از من برمیاد، تنها آلترناتیو منم، تنها نیروی مؤثر من. این پذیرش منجی در درون یک جامعه متاسفانه برمیگرده به اون ساختارها و عقاید. یعنی زمینه های پوپولیسم در کشور ما یکیش اسلامه، یکیش مذهب تشیعه. همین بحث منجی گرایی در اونا مطرحه. امام زمانی میخواد بیاد ما مردم رو نجات بده، ما مستضعفان رو نجات بده. یعنی در ذهن افراد دائما یک منجی وجود داره، یعنی ما مسئول نیستیم، در توان ما نیست، یکی باید از اون سردابه سامر را بیرون بیاد ما رو نجات بده. میریم جمکران نامه میزنیم آقا کجایی بیا، جمعه هم شد نیامد، و این داستانهای مضحک. روحانیت اون بالا نشسته مال مردم رو چپاول میکنه، جوانان رو میکشه و غارت میکنه، این جماعت حالا دنبال اینن که سرنوشتشون رو یکی دیگه از سردابه سامر را که در سال 256 فرار کرده او بیاد مثلا اینا نجات بده. مشکلات این هاست. منجیگرایی کاریست که پوپولیست ها انجام و میگن آقا من منجی شما هست، من شما رو نجات خواهد.
دیگر مؤلفه در دسترس بودنه. یک پوپولیست همیشه بین مردم، چون پایگاش اونجاست، عوام، توده ها. حالا اینو نشون میده ها، گاهی هم یه عده افراد دستین شده رو میارن نشون میده. محمود عملیجا رو دیدید؟ سوار ماشین از این شهر به اون شهر، دست کن میده، نامه میگیره، یکی کتش رو میبوسه، اونم به دست پای مادر شهیدی بوسه میزنه. تمام پوپولیست ها همین گونه، چون پایگاهشون اون مردم عوام جامعه هست، هیچ وقت جلو نخبگان جامعه نمیشین. اما جلو مردم میاد دستی تکون میده، وعده ای میده، یه پاکت پولی میده. این در دسترس بودن، آقای دیکوتر در کتاب آداب دیکتاتوری خیلی جالب این مسئله پرداخته که پوپولیست ها همین گونه. عکس هایی شما از موسولینی میبینید، از هیتلر میبینید، بر روی بالکن مشغول دست تکون دادن. ما یه جلسه نمیبینید جلوی نخبگان نشسته باشه پرسش و پاسخ باشه. نیادین مختلف رو پر میکنن، فیلم برداران مخصوص دارن. زمانی که آلمان نازی با اون فیلم هایی که ساخته میشد، کارگردانان مختلفی که اون فیلم ها رو میساختن پخش میکردن. یکی معروف اینشون قدرت اراده است. از آسازی میکرد هیتلر توسط اشپر و دیگران که اینا بیان این فضا رو روشن بکنید، پیشوا داره بیان. با یک صحنه آرایی زیبا، احساسات برانگیخته، سخنرانی خاص، نورپردازی خاص، اما فاقد منطق، فاقد استدلال. و یه عده هم پایین دستشون رو بلند میکنن پیشوا پیشوا میکنن. به قدری فضا سنگینه که کسی فردا تو روزنامه نمیتونه اعتراض کنه آقا این حرفی که شما زدید منطقی بود یا نبود. اون آقایی که روی جماران می نشست صحبت می کرد، هیچ کس نبود که بگه آقا این حرفایی که تو داری میزنی در مورد جنگ و این چیزا منطقی هست یا نیست. کسی جرئت نداره. میگه ببینی پای منبر منو، این همه ملت هنوز شروع نکرده گریه میکنن، داد میزنن، فریاد میکشن، شما با اینها طرفی ها؟ شما نخبگان روشن فکران تو اتاقای خودتون هستید، تو دانشگاهید. من بین مردمم، مردم به من نامه می نویسن. یه بایگانی در ایتالیا بود، چندین میلیون نامه توش بود که دوچه به اونا جواب داده مثلا. یعنی مردم به من نامه بنویسید، صدای شما رو من در نامه هاتون می خونم، همون ترتیبم جوابتون رو میدم. این نامه نگاری های زمان موسولینی و هیتلر بعدها در کشور خودمون توسط محمود احمدی نژاد دوباره رشد پیدا کرد. نامه نگاری ها گونی گونی نامه می بردن از منطقه مختلف. ایشون هم ظاهرا با اون سر و وضع نشسته بود، نامه ها رو می خوند، دستور رسیدگی می داد. یه شهری رو به یه استانی ملحق می کرد، یه پلی می ساخت. دیگه کسی نمی گفت آقا این بودجهش از کجا باید بید، این وعدهایی که شما دارید میدید عقلانیه یا نه. هر کی هم بگه میگن آخه ببینید داره کارشکنی میکنه، نمیخواد کار مردم رسیدگی بشه. سلیمانی رو ببینید، فقط داره میگه برید خودتون رو بسازید، فکرتون رو بسازید، ذهنتون رو بسازید. بابا ول کن اینا، حرفا رو ول کن، یه کاری واسه ما بکن. همین تفکر پوپولیستی امروز هم وجود داره. اگر نخبگان جامعه سخن میگن، حرف میزنن، به خاطر اینکه یک مسئله فکری است. تا زمانی که فکر درست پشت طرح نباشه، اون طرح احساسیه، عاطفیه. تا بعد وقتی شکست خوردی دیگه اون عواطف و احساسات شما تبدیل میشه به کینه، به خشونت. پس در دسترس بودن الزاماً به معنایی نیست که ایشون خیلی سیاستمدار خوبیست، مردمیست. نه، بخشی از مردم نخبگانن، با اونها هم جلسه بذاری ببینیم اونها کیان. آقای خامنه‌ای، سید علی خامنه‌ای جلسه مردمی میذاره، میان برای شعر میخونن، مدعی میکنن، دست کن میدن. اما یه بار نشده این آقا در طول این 40 اندی سال که حالا 30 اندی شو ایشون رهبر بوده، یک بار جلو منتقد نشسته باشه. عیار یک انسان زمانی است که جلو منتقد بشینی، وگرنه مده ها که خب نیاز به تعریف ندارن، همشون هستن مجیزگویان، مگه مشکلیه؟ اما نشان بده که با بخشی اساسی در جامعه، یعنی نخبگان، هم
ارتباط داری و این فضا رو متاسفانه ما در بین اپوزیسیون هم میبینیم. اما زمینه هاش چیست؟ خیلی خلاصه عرض کنم با توجه به اینکه 3-4 دقیقه مانده. یکیش اسلامه که من عرض کردم زمینه های پوپولیسم رو ایجاد کرد. یکیش احزاب چپ ما هستن که در گذشته یک ترجمه خامی آورده بودن، بحث توده ها، از حزب توده یعنی حزب مردم، که ما فقط به کارگران نگاه نمی کنیم، به همه جامعه نگاه. بعضی از احزاب چپ هم که از اندیشه ماو و دیگر افراد پیگیری می کردن همین نگاه رو داشت، دامن زده بود به بحث پوپولیسم، به اینکه به مردم نگاه بکن. نقش احزاب چپ هم بسیار مخرب بود در اون زمان در کنار اسلامیستا. سومین مسئله انقلاب های منطقه‌ای بود، جایی که ناصریسم و گروه های دیگر توانسته بودن با جذب توده های گروه های مختلف اجتماعی دست به تحرکاتی بزنن. این الهام بخش شده بود برای گروه های دیگر که این مردم، این توده ها نیروی خیلی خاصی دارن و میشه از اونها استفاده کرد و این نیرو رو باید در جهت انقلاب بود. بنابراین به جای نخبه سالاری بریم از طریق توده های مردم با شعارهای عوام پسند مردم رو جذب کنیم، جلب کنیم به اینکه در برابر امپریالیست بیستیم، در برابر این بیستیم، در برابر اون بیستیم. اما در اینکه آیا در این مبارزه ما میتونیم به جایی برسیم یا نه، آیا این راهش درسته یا نه، متاسفانه عقلانیتی نبود، بیشتر بر روی احساسات سوار میشد. مشکل دیگر عدم وجود احزاب، کسانی که تک حزبی میکردن، حزب رستاخیز، امت فقط حزب الله، این به پوپولیسم دامن میزنه چون همه رو جمع میکنه در یک شعارهای عام پسند که همه گروه ها بتونن توش جا بگیرن، تمام افراد بتونن تو اون قرار بگیرن و اینها باعث دوام پوپولیسم و ایجاد یک فضای پوپولیستی میشه که من عرض کردم از دل اون اندیشه های حزب رستاخیزی هست که مردم توده‌ای میشن و بعد این مردم توده‌ای بعدها توسط روح الله تبدیل میشن به حزب الله. اما اگه تعدد احزاب و گروه های مختلف باشه، یک حزب فراگیر وجود نداشته باشه، مردم میتونن تفکر کنن. سعی کردیم بحث پوپولیسم اینجا تمام کنیم، در نوبت بعد به بقیه موارد و ویژگی ها و خصوصیات سیاستمدار حرفه‌ای خواهیم پرداخت. امیدوارم این بحثا کمک کنه به رشد فکری جامعه ما. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا فرصتی دیگر، بدرود. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقل‌مندی دارند.